بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب به حضور شما برادران عزیز، بینندگان گرامی یا شنوندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش شدم که امروز در حضور شما، البته چند نقطه کلمه یک نسبت به جاغوری است، عرض بیان کنیم. جاغوری نظر به از جمله ابدا ولسوالی ولایت غزنی و بزرگترین ولسوالی از جهت سیاسی و نفوذی در سطح غزنی حتی در افغانستان است. این منطقه یک منطقه کوهستانی که اطراف ولسوالی جاغوری را تماما سلسله جبال به شکل یک دیوار عظیم یا دیوار سنگین پوشان گرفته است. البته از لحاظ طبیعت خود منطقه کوهستانی و دارای آب و هوای کوهستانی بوده، زمستان سرد، بهار معتدل و تابستان گرم و خشک دارد. ولسوالی جاغوری محدود است از طرف شمال به ولسوالی مالستان، از شمال شرق به ناور، شرقاً محدود است به ولسوالی قره‌باغ بخش تمکی، جنوباً محدود است به ولسوالی مقر و جنده یا گیلان فعلی، غرباً متصل است به دای چوپان یا ولسوالی خاک افغان یا که قبلاً به نام خاکران یاد می شد و قسمان بسیار منطقه کوچکش به ورزگان متصل است. وسعت ولسوالی در حدود 1856 یا 55 کیلومتر مربع، وسعت خیلی کم. شرقی‌ترین نقطه آن کوتل لومان، غربی ترین نقطه آن کوتل پرخشک بابرا و جنگلی وصلنه، شمالی ترین نقطه آن المیتو کمرک، جنوبی ترین منطقه آن ادقول و انگوری و قسمان داود و زیرک. این ولسوالی دارای طبیعت خیلی گوارا بوده، آب هوای خوب معتدل، رود ارغنداب یا سنگ ماشه از وسط از شمال شرق به طرف جنوب جریان داره که اکثر تراکم جمعیت نفوس جاغوری در دو طرف رود ارغنداب سکونت داره. ارتفاع وسطی منطقه خود سنگ ماشه است تقریبا 2400 متر، 2436 متر، قسمت سرقل یا خود بازار سنگ ماشه. از لحاظ طول جغرافیایی 67 درجه و 28 دقیقه شرقی و از لحاظ عرض جغرافیایی 36 درجه و 28 دقیقه از البلد شمالی. موقعیت جغرافیایی سلسله جبال شامخ که در اطراف از ولسوالی قرار داره یا موقعیت داره، کلا منابع آبی را تشکیل میده و مناظر زیبای طبیعی را در راه ها و وادی های خیلی سرسبز و شاداب را تشکیل داده که اکثر ساکنان منطقه جاغوری در این وادی ها زندگی نکرد. از جمله کوه های مرتفعی چی به نام کوه خاده که در شمال سنگ ماشه موقع داره، کوه خاگرس غرب سنگ ماشه و کوه ماکو که در قسمت های داوود از جمله کوه های مرتفع و از دیگه کوه حصار است که اینا جمله کوه هایی است که ارتفاعش نسبت به سایر مناطق یا کوه های جاغوری بلندتر و مرتفع تر است که کوه ها کلن منابع طبیعی را برای منطقه تشکیل دادم. روی هم رفته رودخانه ارغنداب که سرچشمه آن از ولسوالی مالستان و اجرستان است، از وسط از ولسوالی گذشته یک دره سرسبز شاداب را از قسمت های المیتو شروع المیتو سید احمد تا قسمت های تیلوم و بابه یک منطقه بسیار خوب سرسبز را تشکیل دادم. و موقعیت خوب خاک حاصلات و خاک از این منطقه حاصلات حاصلخیز داره، مناطق حاصلخیز بوده. موجودیت آب و هوای مناسب، هوای معتدل باعث شده که تا اشجار و نباتات بسیار به صورت خوبی در اینجا رشد و نمو کنه که به مو اساس اکثر
میوه‌جات که امروز در منطقه به دست میآید کلن از خود سرزمین جاغوری است که در حدود 70 تا 80 درصد یا کمتر و بیشتر احتیاجات مردم را رفع می نماید. خب به هر صورت این ولسوالی از جمله ولسوالی هایی است که در سطح غزنی از جمله ولسوالی های درجه یک از لحاظ نفوذ خود، از لحاظ استعداد خود، از لحاظ فرهنگ خود. به مو ترتیب این ولسوالی به نام جاغوری یاد می شود. خود جاغوری اسم شخص است، نام شخص است که قرنها پیش در این ساحه سکونت داشته و البته مردمی که تاریخ نگاران نوشتند که این منطقه گاهی به یک اسم، گاهی به یک اسم، گاهی به یک اسم، زمانی که اسناد و مدارک تاریخی شواهد درست در دسترس قرار نداشته باشد، ما نمیتوانیم بگوییم که این ولسوالی از کدام نام گرفته شده. اینال پیشینه تاریخی ولسوالی از قرن پنج میلادی نظر به مو شرایط هایی که افغانستان مرکز تقاطع فرهنگی جهان باستان بود، از جمله معبد بودایی بامیان که معبد بزرگ بود، زائران چینی و ژاپنی و هندی در این سرزمین رفت و آمد داشت. یک از زائران چینی به نام هیون تسانگ در قرن پنج میلادی زمانی که در بامیان آمد از این سرزمین ها دیدن کرد که به اساس تماما سرزمین هزارستان که غرجستان در وقت یاد می شد، قبلا غرچکان یاد می شد، او را به نام سرزمین حساله نامگذاری کرد که سرزمین حساله خودش سرزمین هزاره را در افغانستان تثبیت می کند که وادی زابلستان کلا در بر می گرفت و سرزمین غزنی را به نام حسینه. و این جوانی که در منی منطقه جاغوری آمد، منطقه جاغوری را به نام جگوره و بعدها این جگوره تغییر نام به نام جاکوتا، که البته جاکوتا جگوره کسه اینا لگه ما او را لحاظ نسبی مثال قرار بدیم، جگ بالار میگه، گوریش کسه موقعیت و جای و جایداد میگه که منطقه بسیار خوبی پرمنفعتی از لحاظ اقتصادی، لحاظ سیاسی، مردم بسیار با غیرت و باهوش بوده. به ما اساس یک محقق دیگه به نام جابولا یاد نه، جابولا مرتبط میشه با فرهنگ زابلستان که همین زابلستان قسمت رودخانه هرمن و ارغنداب را تشکیل میداد که جاغوری امام نسبت به او منطقه ارتباط محکمی داشت. یعنی به این معنا که جاغوری رابطه محکمی ها مربوط بود به جاچی با جابولا یا زابلستان یا که امروز ما شما به نام زابول یاد میده. زابول و زاویلی ها که گروه های ترکه هایی بودن که بعد از امپراتوری کنیشکا یا امپراتوران بزرگ در افغانستان تشکیل دادن. با ما اساس این سرزمین چون یک سرزمین بسیار پرمنفعتی بود از لحاظ رفت و آمد، منطقه رفت و آمد بین شرق و غرب بود، با ما اساس این جاغوری را جز ملکیت جابولا یا زابلستان یادنه. روی هم رفته بعضی محققان ای را جاواری نامیده، جاواری به معنی خدمتکار یا کنیز و غلام. از این که سلسله امپراتوران کوشانی و یفتلی که در افغانستان صدها سال حکومت کرد، قرنها حکومت کرد، با ما اساس اینا با داشتن کنیز و غلام یا کارگرهای خیلی زیاد بودند، با ما اساس ممکن که این جاواری بالاخره جاغوری شده باشد. و در یک بخش نام از این ولسوالی را به نام جاکوری یاد نه، کوری یا کوریه، جایی که اسلحه و مهمات باشد. ممکن که جایگاه مهمی برای امپراتوران وقت زمان جایگاه مهمات و اسلحه باشد، بالاخره این جاکوری جاغوری. اما در فتوحات گروه ها و قدرت های بزرگ ترک ها جمله غوریان، زمانی که سلطان علاءالدین غوری شهر غزنی را تاراج کرد، از همین از ناحیه جاغوری و مالستان وارد شهر غزنی شد. به مو ترتیب بقایای لشکر سلطان علاءالدین که در اینجا مانده بود، مردم محل می آمد می گفتند که بیاییم در جای غوری ها برویم و ممکن امی جای غوری ها به تدریج به جاغوری چی تغییر نام کرده باشد که امروز ولسوالی ما به نام جاغوری یاد می شه. روی هم رفته تا زمانی که ما اسناد و مدارک
درست و صحیح را که کتبی باشد در دسترس نداشته باشیم، ما نمیتانیم که صحت و حقیقت زیرا بیان کنیم. اما واقعیت این است که جاغوری که چون اسم شخصی بوده، اساسگذار از این مردم بوده، بناهن این خودش صحت و واقعیت است که مردم از لحاظ نام پدرای خود به نام جاغوری امروز با جاغوری یاد میشه که یک منطقه بسیار خوب و پرآوازه است که از هر حیث ما افتخار از این میکنیم. و پیشینه تاریخیش به مو اساس که برای شما عرض کردیم از زمان قرن هفتم پنجم میلادی است. به مو ترتیب این قسمت اگرچند چون سر راه کاروان های شرق و غرب بود، در زمانی که نادر افشار سلسله امپراتوری هوتکی ها را در قندهار سقوط داد، از طریق منطقه جاغوری ناوه گری که امروز به نام داوود و زیرک و انگوری یاد میشه به طرف کابل لشکرکشی کرد. و از زمانی که آمد در منطقه داوود، اونجا از طرف مردم خیلی استقبال شد و این آدم خیلی آدم ماهری بود. یک تعداد مردم جاغوری در اسارت جناب نادر افشار بود و شخصی معروفی در منطقه داوود به نام کشمیرخان، کشمیرخان داوودی، از این آدم استقبال کرد، بسیار عزت و مهمان نوازی کرد و رتبه سرداری را بخشه جناب کشمیرخان جناب نادر افشار چی کرد؟ تعویض داد، که خود اولین بار است که در قرن 18 میلادی میتونه که جاغوری وارد صحنه تاریخ سیاسی افغانستان شود. با مو اساس نادر افشار زمانی که کابل را فتح کرد، دوباره رفت هندوستان فتح کرد، پس آمد از همین طریق رفت به طرف ایران و جناب کشمیرخان داودی در حدود 2 دهه به صفت رئیس قوم جاغوری بود و بعدها با اساس مسائل های قومی و تضاد های منطقه‌ای که در بین خانوادگی که در بین از اینا رخ داد و مردم از این روی گردان شد، سیاست جاغوری وابسته شد و بچه قلندر خاکران. قلندر خان بعد از اون مدت 2 دهه 3 دهه بالای مردم جاغوری حاکمیت کرد. به مو ترتیب او دوره یک دوره بسیار خشونتی بود. مردم جاغوری نتانست، قلندرخان نتانست که با مردم جاغوری از در صلح پیش باید. این مردم را تحقیر کردند، توهین کردند و مردم مجبور شدند که باید به خاطر آزادی و زندگی خود چی کنه؟ یک شخصیتی را به نام رئیس مقرر کنه. این شخصیت توسط مردم چهاردسته، گنال مردم چهاردسته جاغوری، یکی چهاردسته است یکی سه دسته. سه دسته پشی، زیرک، قلندر، اینا رو به نام سه دسته یاد نه، چهاردسته کسه باغچری، گری، آتا و ازدری، اینا رو به نام چهاردسته یاد میشه. این مردم چهاردسته که در روز عید پیش قلندرخان رفته بود، او برخلاف توقعات از این مردم با این مردم را تحقیر کرد. این مردم مجبور شد که تا در منطقه چهل باختو بره، شخصی را به نام صافی بیو، صافی سلطان که بعدها معروف شد، او را به صفت رئیس قوم انتخاب کنه. و مو اساس این مردم رفت، جناب صافی بیو را وادار کرد. صافی بیو با مردم چهاردسته جاغوری آمد حرکت کرد در بهار سال، قلعه کهنده را که امروز شاهد و یادگاری شخصیت بزرگ بنیانگذار سیاست جاغوری است به نام صافی بیو اعمار شد به حمایت مردم چهاردسته جاغوری. البته این قلعه قلعه است که در سال 1077 خورشیدی است که البته در زمان پیش از دوره تیمورشاه و احمدشاه دورانی، زمانی که قندهار در وقت زمان نظر به این سندی که در روی بالای دیوار نوشته است 1077 خورشیدی، دوره حاکمیت ایرانی ها در قندهار بوده. به مو اساس این قلعه را آباد نه، بدون از اینکه بچه قلندرخان خاکران با خبر شد. زمان قلندرخان خبر میشه، لشکرکشی نه بالای مردم جاغوری، مردم جاغوری به دفاع برخواست و توانست که لشکر قلندرخان را به شکست مواجه کنه و با مو ترتیب قلعه صافی سلطان که امروز یادگارش باقی است به نام کهنده به شکل یادگاری باقی مانده و لشکر قلندری که در اطراف ساختمان شکست خورد و تارومار شد، مردم دوباره جشن گرفتند و جناب صافی سلطان را به صفت نخستین رئیس قوم جاغوری یا چهاردسته جاغوری انتخاب کرد که
یادش با البته یادگارش باقی مانده، تاریخش زنده است، اولادایش هم تانیست که برای مدت چند دهه حکومت کنه، اما متاسفانه شرایط های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در بین مردم رخ داد نتانستند که اینها به صورت آزادانه حکومت کنه. با اساس بعضی شرایط هایی که در بین اینها رخ داد، اینها از هم پراگنده شدند. یک قسمت خانواده از اینها در اوتقول و پاتو رفتند و یک قسمت از اینها در منطقه سنگ ماشه که امروز در حوزه ارغنداب زندگی نه به نام اولاد چی یاد میشه، از خوانین سردارا یاد میشه، اولاد ابغه یاد میشه که نام از اولادای صاحب سلطان است. و بعدها در اواخر دوره حکومت اولاده صاحب سلطان به می اساس سردار شیرعلی خان جاغوری که یک از نمایندگان امیر دوست محمد خان بود، با برادرش بازعلی خان از طریق لوگر و کابل امر و فرمان چرا حکومت جاغوری را به دست میگیره که در دوره حکومت دومی سردار شیرعلی خان پسر امیر دوست محمد خان. سردار شیرعلی خان با بازعلی خان به حمایت دولت وقت و زمان با آوردن توپ و تفنگ و هرچی برای مردم جاغوری حاکمیت پیدا نه و قلعه شش برجه را به زور بالای مردم معمار نه و برای مدت طولانی در اینجا حکومت نه، که با مو ترتیب تاریخ مردم جاغوری بعد از شکست و اولادای صافی سلطان به سلسله دیگه به نام اولادای سردار شیرعلی خان که از بنیانگذاران دولت حکومت بعدی در جاغوری است قرار میگیرد. خب خاطراتی که ما داریم خاطرات خیلی ارزنده از لحاظ تاریخی، از لحاظ اجتماعی مردمه و ما به خاطر این که در آینده جوانا بیتنه که یک زندگی بسیار آبرومندانه نسبت به فرهنگ و تاریخ خود داشته باشد و یادگارهای آبایی و اجدادی خود را فراموش نکنه، ما با اینا البته توصیه نیم که به خاطر از این مسائل کوشش های زیاد کنه و تاریخ خود را زنده نگه دارد. هوای جاغوری افسانه رنگ است، صدای آبشارانش قشنگ است.